بچه ها سلام، خیلی خوش اومدیم به ساکر پادکست. توی این برنامه میخوایم راجع به شرایط آینده آرسنال توی این فصل پریمیر لیگ صحبت بکنیم. اونا تونستن با گرفتن یکی دوتا بازیکن اسکواد خودشون رو تقویت بکنن که این فصل دیگه بتونن برای گرفتن جام پریمیر لیگ به صورت کامل بجنگن. البته همونطوری که میدونین توی فصلهای پیش هم اونا خیلی خوب جنگیدن، خیلی خوب امتیاز گرفتن با آرتتا و یه فوتبال کاملا متفاوتی رو از بعد اون حاشیه‌ای که بعد از رفتن ونگر یا حتی اواخر زمان ونگر بودش از اون حاشیه‌ها رها شدن، تونستن یه تیم خیلی متفاوت رو درست کنن، فوتبال خیلی مدرنی رو بازی بکنن و فوتبال زیبایی رو بازی بکنن که کلی هم توی این بازی‌ها تونستن گل بزنن. ولی خب همونطوری که میدونین جلوی تیم گواردیولا قهرمان شدن توی پریمیر لیگ کار هر کسی نیست. این کارو یورگن کلوپ هم با اینکه توی این چندین سال تونست با گواردیولا خیلی رقابت بکنه، ولی فقط یه بار تونستش که جامو از دست گواردیولا بگیره و این یه چالش خیلی بزرگه برای بازیکن‌های آرسنال و مخصوصا برای آرتتا. توی این برنامه می‌خوایم با نعیم عزیز به شرایط آرسنال توی فصل آینده بپردازیم و ببینیم حالا با توجه به این خریدایی که انجام دادن میتونن این فصل پریمیر لیگو بگیرن یا نه و اینکه توی بقیه جاما به چه شکل ظاهر خواهند شد. نعیم جان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. خیلی خوشحالیم که دوباره اومدی توی ساکر پادکست و با هم قراره که آرسنال رو بررسی کنیم. چطوری نعیم، خوبی؟ سلام به تو سروش، امیدوارم که تو ردیف باشی و بچه‌های کانال، امیدوارم که همه خوب باشن. ساکر پادکستیه که خیلی هم دوست داشتنی و مشتی هن. دمتون گرم دیگه، اومدیم که یه آیتم آرسنال مشتی داشته باشیم. دم شما گرم که اومدی. آقا تیمتون، من حالا تو قسمت اینترو هم به بچه ها گفتم، خیلی خوب امتیاز جمع میکنی. یعنی از حالا من نمیخوام خیلی فلشبک بزنم بریم خاطره بگیم، ولی از زمان ونگر شما تقریبا اواخرش هم شاید فوتبال زیبایی بازی میکنم و نمیتونستین امتیازهای حساس رو بگیرین، ولی تونستین بیاین توی کورس. توی کورس پریمیر لیگ اومدنم خیلی سخته به خاطر اینکه ممکنه خیلی از بازی‌ها رو قشنگ بازی کنین ولی امتیاز نگیرین. ولی آرتتا امتیازها رو گرفت، ولی خب جلو گواردیولا اون کلوپش هم این بار شکست خورده و فقط تونسته یه بار اون پریمیر لیگو بگیره با اون حالا اسکواد لیورپول که اونام بالاخره اسکواد خیلی خفنی داشتن. ولی خب امسال شما اسکواد تقویت کردین و به یه شرایط جدیدی رسیدین. میخوای اول راجع به خریدهایی که داشتین صحبت بکنیم، بعد راجع به هر خط میایم بالا صحبت. کیارا خریدین به جز کالافیوری؟ ببین فعلا که ما در واقع به جز کالافیوری خریدی نداشتیم تا لحظه‌ای که داریم این ویدیو رو میگیریم. فقط داوید رایا بوده که فصل قبل خریداری شده، ولی خب امسال قطعی شد، قرضی بود کل فصل و امسال پولش پرداخت شد، 30 یا نمیدونم فکر کنم 30 و خورده ای میل، و کالافیوری اضافه شد که کالافیوری خیلی خرید خفنی بود. حالا کاری به کوالیتی بازیکن ندارم و اینکه حالا خیلی هم میگن که مثلا چون آرتتا و آرسنال اومدن یورو رو در نظر گرفتن، ولی تمام خبرنگارهایی که نزدیک به آرسنال گفتن که از فصل گذشته اصلا کالافیوری مد نظر داشتن، چون میدونیم که آرتتا قبلا مثلا لیساندرو مارتینز رو میخواست بگیره که رفت یونایتد، یه بازیکنی که دفاع وسطی که چپه و میتونه دفاع چپ بازی بکنه مد نظرش بود که در واقع بیاره. تو فصلی هم که گذشت ما دیدیم که زینچنکو خیلی کم بازی کرد، یعنی بیشتر کیویور بازی کرد، همون مدلی که پپ گواردیولا مثلا گواردیولو گذاشته بود دفاع چپ، یعنی دفاع وسطی که بتونه در واقع چپ هم بازی بکنه. برای همین حالا کاری به بازیکن کوالیتی کالافیوری ندارم که میتونه خیلی کمک بکنه. از نوع پرداخت و نوع خرید و رقم و دستمزد رو نگاه می‌کنی پشمات می‌ریزه واقعا، یعنی 60,000 پوند در هفته دستمزد کالافیوریه، در صورتی که مثلا می‌بینید تو نمیدونم منچستر سانچو نمیدونم چقدره، مثلا مثال دارم میزنم، یا مثلا تو خود سیتی عجیب غریبه دستمزد. و به نظرم خیلی دیل خفنی بود. تو خط دفاع کالافیوری اضافه شد، دروازه‌بانا همون رمزدل و داوید رایا هستن، کارل هین که تا الان ما همش اشتباه میگفتیم کارل هاین، فهمیدیم که کارل هین اسمش، خودش اومد اینترویو گفت استونی هم هست داداشمون، درسته؟ آره دروازه‌بان تیم ملی آره استونی. بعد اون که حالا خیلی ساله تو آرسنال از آکادمی و فلان اینا بوده، قراره که قرضی بره لالیگا، فکر کنم سوسییداد، فکر کنم اگه اشتباه نکنم امروز لیگ شد رومانو گفت، یا حالا یه تیم دیگه قراره قرضی بره و میمونه رمزدل و رایا، که رمزدل احتمال
میره که جدا بشه اگر پیشنهاد خوب بیاد و در خط دفاع هم کسی قرار نیست جدا بشه. زمزمایی بود که زینچنکو بره بایرن که امروز اعلام شد که شماره 17 رو میپوشه در فصل جدید و وقتی طبیعتاً شماره عوض میکنه قرار نیست که بره و خط دفاع در آژان همونی هست که بود به اضافه کالاس. خب خیلی اینجوری به نظرم تیمتون همون اسکلت اصلیشو تقریبا حفظ کرد. همین اتفاقی که برای لیورپول هم افتاد، لیورپول شاید نیاز به خرید داره ولی شما واقعا میگم این بازیکناتون خیلی خوب عمل کردن، علاوه بر این که الان بازیکن مورد علاقه هم از تیمتون رفت امیل اسمیت رو که حالا تو خط هافبک و اینا بهش میرسیم، ولی بخوایم ترکیب آرتتا رو یه باز چینی انجام بدیم، بخوایم الان با هم بچینیم از خط دفاع بریم جلو، فکر میکنی که کالافیوری فیکس بازی بکنه؟ و اینکه یه متمم من بگم به بچه ها، واقعا کالافیوری یه بازیکنیه که همه الان، حالا قصد چیز بدی ندارم ولی واقعا ته آرزوی هر بازیکنی که مثلا بره رئال بازی کنه دیگه، همین الان بله. میتونه فیکس بره مثلا لحاظ فوتبالی بره اونجا بازی کنه، چون واقعا بازیکن بله. سطح بالاییه. با بولونی اومدن چمپیونز لیگ، خود همین رئال میخواستش دیگه، یعنی خود رئال بله. میخواست، که من یه استوری گذاشتم گفتم که باید خیلی آرسنال خفن کار بکنه که بازی کنی که رئال میخواد و چلسی میخواد و بتونه به خدمت بگیره. دقیقا همینجوری که میگی و بنظرم خیلی خریده بهتری از لنی یورو بودش به نسبت اینکه حالا منچستر هم دفاع خریده بود. 100% یعنی عمل کرده، حالا من با منچستری خود کلکل دارم دیگه، کلا اونا بیشتر دارن حتی همین آقا یورو فلان، بابا تو ببین با قیمتی که پرداخت شد بعد بازیکن اومده بازی اول مصدوم شد رفت تا سه ماه دیگه، خب آره. بابا what the fuck. حالا اون که گردن آره. مصدومیت اینجا نندازیم ولی کلی آره کلکلش درای نه تو فوتبالیست، تو بازی که توی ایتالیا کرد، بازی که تو بولونیا میکرد، الان من واقعا بازی بولونیا رو 5 6 تاشو واقعا فصل پیش دیده بودم، منم دقیقاً همه همینو دیدن آره آره خیلی آره. ولی مدل بازی آره. بعد آخه میدونین نکن خیلی هم گفتن که خب موتا اینجوری مثلا بازی میگیره اونا، ولی آره. خب تو تیم ملی ایتالیا هم همون جوری بازی کرد، یعنی قشنگ اومد نشون داد آره قشنگ واقعا به نظر من اگر نگیم بهترین بازیکن ایتالیا، یکی از بهترین ها حداقل بود واقعیت قضیه. من به نظرم جز تاپ تیری مدافعین برتر جهان، مدافعین جوان برتر جهانه. تازه آره. نخواستم خیلی حال بدم بگم. آره. برای مدافع بعد خوب... یه چیزی جالب بهت بگم، ایتالیایی اومد اولین روز اومد تو کم، اولین روز قشنگ فلوئنت انگلیسی صحبت کرد، من پشمام ریخته بود، اصلا نداری بلده انگلیسی بلده، قشنگ فلوئنت بدون مترجم بدون هیچی، قشنگ اومد و آرتتا رو بغل کرد و به آرتتا گفت is this real، بعد اون گفتش که yes this is real، بغل کردن همدیگر رو، اومد با دوربین در واقع باشگاه مصاحبه کرد و ازش پرسیدن، گفت نه من اومدم فقط میخوام بازی کنم، پشمام ریخته بود اصلا، بازیکن 22 ساله ایتالیایی انقدر خوب انگلیسی حرف میزنه، یعنی قشنگ سالو میشه سر. خیلی سریع اصلا بعد بازی کنه اصلا، یعنی انگار مثلا آماده است، انگار مثلا بازیکن 30 ساله است، خیلی با تجربه آره. رفتار میکنه، عمل میکنه آره. یعنی حالت آره. بلینکام به من میده آره. خیلی آره. کارشو بلنده. ببین این که فیکس بشه یا نه، همه آرسنالیا دوست داریم که تو پست دفاع چپ بازی بکنه، با توجه به اینکه خب میتونه اینورتد بازی بکنه و تو بازی رو به جلوش خیلی خوبه، کنترلش خیلی خوبه، پاس گل فکر کنم 7 تا پاس گل اگه اشتباه نکنم 7 تا پاس گل داده باشه تو فصلی که گذشت در طول همه رقابت‌ها، شاید هم بیشتر نمیدونم، و خیلی آمارش برای مدلی که آرتتا بازی میکنه خیلی مدلش قشنگ جور در میاد، ولی آرتتا دیگه تو نمیدونی، مثلا دقیقاً گریزی میزنم به اولین بازی فصل قبل جلوی کریستال پالاس، توماس پارتی دفاع راست بازی کرد، گابریل ماگالایش بازی نکرد اصلا، و اصلا تو نمیدونی، و اینه مثلا گواردیولا هم اینجوری دیگه، اینم بالاخره زیر دست اون بوده، یه وقتی بله. کارایی میکنه آخه چرا، برای همین دوست داریم که کالافیوری دفاع چپ باشه. آره. ببین حالا من سوال همین می‌خواستم ازت بپرسم، 4 دفاعه میرین یا 3 دفاعه میرین؟ آره. این سوال من 4 دفاعه. نه 4 دفاعه. خیلی تمام بازی بازه برای 3 دفاعه. خب ببین آخه ببین داستان اینه که
مشکلی که آرسنال داشت در فصل گذشته، به خصوص در فصل قبل‌ترش هم بود که زینچنکو بازی میکرد، همه سمت چپ آرسنال رو تارگت میکردن دیگه. همین تو بازی با لیورپول هم که گل اولو محمد صلاح زد، دقیقاً همون جوری بود دیگه. توپ انداختن پشت سر زینچنکو، نرسید، طبیعتاً نمیرسه و رفت گل اولو زد تو همین تور امریکا. برای همین این نقطه ضعفی بود که برای همین کیویو رو گذاشت که بتونه حداقل خود دفاعی بهتر. ولی خب مثلا عمل کرده کیویور جلوی سانه تو بازی با بایرن هم دیدیم، خب اون سرعت رو نداشت، ریکاوری اسپید رو نداشت، برای همین یه بازیکن این شکلی میخواست که بیاره. حالا چهار دفاعه که در واقع آرسنال بازی میکنه، چیزی که تو پیشفصل همه بازی‌ها چهار دفاعه بازی کرد، دقیقاً همون اینورتده، یعنی دقیقاً دفاع چپ میاد وسط و میاد سی دی ام بازی میکنه و سه دفاعه میشه، ولی در موقع دفاع میشه چهار دفاعه، مدلش اینجوریه. آره، یه حالت بکنباری دیگه، میاد به خط هافک اضافه آره. میشه و اونجا شروع میکنه بازی سازی. ولی آره، تو حمله سه دفاعه میشن، در دفاع چهار دفاعه میچین. آره. بعد چهار تا دفاعتون، خب بالا ما میخوایم شما میشه کالافیوری از سمت چپ، کالافیوری، گابریل، سالیبا، بن وایت، که ذخیره هاشون هم ذخیره بن وایت میشه یوریان تیمبر که حالا جای سالیبا هم میتونه بازی بکنه، چپ هم بازی کرده، تومیاسو که البته الان مصدومه، که باز هم تومیاسو هم چپ هم راست هم وسط میتونه بازی کنه، کیویور که یه فصل چپ بازی کرد وسط میتونه بازی کنه، و زینچنکو دفاع چپ میتونه بازی کنه. خیلی کاور خیلی خوبی داره. خیلی عمق اسکواد خیلی خوبی داره. آره. همه اینا بازیافاشون تقریبا خوبه که خیلی مهمه تو آرسنال. آره، بجز کیویور بقیه‌شون بازیافاشون خیلی خوبه. دقیقاً. توی خط هافک به چه شکل جایگزین میشن؟ خط هافک جاییه که همه پیش بینی می‌کردن که خب یکی از مشکلات آرسنال سمت چپش بود تو فصلی که گذشت. فصل قبل‌ترش خب سمت چپ چون جاکا بود، مارتینلی خیلی خوب بود و تو فصل گذشته جاکا که رفت سمت چپ یه جوری از بین رفت واقعا، و همه فکر میکردن و فکر میکنیم که یک بازیکن باید اضافه بشه، یه پست 8 باید اضافه بشه به تیم، که تا این لحظه انجام نشده. صحبت خیلی زیاده راجع میکل مرینو که خیلی بازیکن خوبیه و عملکردش تو یورو دیدیم، و همین بازیکن میکل مرینو رو که الان آرسنال اگر به خدمت بگیره زیر 30 میل داره میگیره، فصل گذشته بارسا با 60 میل میخواست بگیره نتونست، دقیقاً یک فصل پیش، و اگر بتونن این کارو بکنن عالی کار کردن. احتمال میره که میکل مرینو اضافه بشه و فکر نمی‌کنم دیگه بازیکنی در خط هافک اضافه بشه. پس نتیجتاً اگر میکل مرینو رو کنار بذاریم، ما توماس پارتی تو پست 6 داریم، دکلن رایس پست 6 و 8 داریم، جورجینیو رو داریم 6، حالا 8 هم پارتال فصل گذشته یکی دو تا بازی کرد، بازی با لیورپول که خیلی هم خوب بازی کرد. اودگارد رو داریم، اسمیت رو که رفت و حالا راجبش بعداً صحبت بکنیم چون خودت خواستی صحبت بکنی، فابیو ویرا هستش توی این پست، و دو تا پدیده آکادمی که پارسال با چنگ و دندون آرسنال نگرشون داشت چون سیتی و چلسی بعد دنبالشون بودن، یکی ایتن وانیری و مایل اسکلی، دو تا بازیکن آکادمی آرسنالن که خیلی ازشون تعریف میکنن، و وانیری تو بازی با یونایتد هم پاس گل داد، تو پست 8 هم بازی کرد، و این دو تا بازیکن هم احتمالاً بازیکنایی هستند که تو خط هافبک بعد از خروج اسمیت رو بازی بهشون برسه. حالا مرینو رو هم اضافه بکنی، من فکر میکنم وی آر دان، اوکی کاملا. یعنی من فکر میکنم فقط اون در واقع جایگزین اودگارد یه کمی سیف نیست، درسته؟ ببین آره دیگه، حالا وانیری هم میتونه جای اودگارد بازی بکنه، هم مثلا مدل بازیش اینه برونو فرناندزه، یه همچین حالت، یعنی هم میتونه سی ام آره عقبتر بازی کنه، بیاد دیپ پلی میکر باشه، هم میتونه در واقع پست 10 بازی کنه. خب ما فابیو ویرا هم داریم، فصل قبل مصدوم شد، جراحی داشت و اصلا تا نیم فصل نبود و بعدم بازی بهش نرسه، 28 میل خب بالاخره بابتش هزینه شده، یه کوالیتی باید داشته باشه بازی کنی در این حد که از بالاخره باشگاه خوب در از لیگ پرتغال میاد، برای همین احتمال میره که بتونن اونو کاور بکنن، بتونن در واقع اودگارد رو کاور بکنن این دوتا بازی کن. اگر مرینو خریداری بشه، مرینو پست 10 هم بازی میکنه، یعنی تو
همین بازی که بازی آلمان اگه اشتباه نکنم بازی آلمان اصلا به عنوان پست 10 اومد و گل زد، گل هدی که به نویر زد پست 10 داشت بازی میکرد. آره یعنی مرینو هم اگه بیاد، خب آرتتا بازیکن چند پسته دوست داره دیگه، یعنی دوست داره که یه بازیکنی بیاری که اگر مرینو بیاد اون مشکل حل میشه، ولی آره اگر مرینو نیاد تو پست اودگارد یکم ضعفه، ولی اسمیت رو نمیتونست اون پست رو پر بکنه متاسفانه، یعنی مدل بازی اسمیت رو با اودگارد خیلی متفاوت بود. برای همین با اینکه خیلی اسمیت رو آرسنالیا دوست دارن و غیر آرسنال هم خیلی دوستش دارن، بهترین اتفاقه، یعنی از رفتنش کسی ناراحت نشد، غمگین شدیم ولی من خودم ناراحت نشدم. قطعی رفت یعنی لون و اینا نرفت؟ قطعی رفت، نه نه نه، 35 میلیون پوند که برای بازیکنی که دو فصل بازی نکرده به نظرم عالی فروخته شد، یعنی دو فصل اصلا بازی نکرد، خیلی خوب فروختیم و بازیکن خوبی هم بود. حالا میگم اون شاید بازی با توپ اودگارد خیلی بهتر از امیل اسمیت رو بود، ولی اون... مشکل اصلی این بود که ناکن... خب اگه یاد باشه اول که آرتتا اومد همین آقای اسمیت رو اصلا باسنش رو نجات داد جلوی چلسی. آره. یه بازی بود که اگر باکسینگ دی هم بود اگر آرسنال میباخت اصلا میرفت نیمه پایین جدول، اصلا خیلی اوضاعش بی‌ریخت میشد که چلسی رو برد و درخشش اسمیت رو باعث شد و تو اون فصل خیلی خوب کار کرد. داستان چی بود؟ داستان این بود که اون موقع آرتتا 4-2-3-1 بازی میکرد و این CAM سمت چپ بازی میکرد، یعنی با اسمیت رو بازیکن لب خط نیست اصلا که بره مثل ساکا و مارتینی بره لب خط واسه مثلا دریل بزنه کاتبک بکنه، بازیکنی که بیشتر سنترال بازی میکنه، ولی باز این اودگارد هم نیست که بتونه بیاد عقب توپ بگیره پرس بکنه. آره. چون لیدر پرس آرتتا اودگارد، اگه بازی رو نگاه بکنی وقتی اودگارد یه قدم برمیداره همه شروع میکنن به پرس کردن، یعنی اون اینتلیجنس و اون در واقع هوش و ذکاوت اودگارد رو نداره اسمیت رو. توی 4-2-3-1 که حالا فولام هم 4-2-3-1 اکثرا بازی میکنه 100% میدرخشه، 100% عالی خواهد، ولی متاسفانه اینجا نقشی نمیتونست داشته باشه، بازیکن خوبی بود به تاکتیک نمیخورد. دقیقا من موافقم، تو فولام که اون فوتبال ترانزیشنال رو اجرا میکنه که فصل پیش هم اواخر فصل دیدیم که چقدر فولام خوشگل بازی میکرد. آره. یعنی با ایوو 4 امتیاز از خود ما گرفت خود فولام. آره. رفت و مساوی کردیم برگشت و باختیم. باخت؟ نه رفت و مساوی کردیم، بازی برگشت 2-1 یا 3-1 باختیم تو زمین خودش. و خیلی خوب بازی میکرد، یعنی تقریبا بیچاره کردن تمام تیما رو به جز بکام سیتی رو نتونستن ببرن، ولی آره سیتی رو آخر هم خوردن به سیتی. جایی به سیتی خوردن که سیتی رو چیز بود دیگه بود. آره. و بعد حالا با توجه به این شرایطی که گفتیم، حالا من نمیخوام خیلی این بحث رو دوباره تکرارش کنم طولانی کنم، مرینو اگه اضافه بشه به نظرم خیلی کمک بزرگیه به قول خود به خط هافبک و میمونه بخش تهاجمی که خب آرتتا خیلی خوب این بخشو ساخت اما موقعی که اومد، یعنی با ساخت ساکا رو قشنگ اونجا جا انداخت و به عنوان فیکس تیم ملی هم جاش انداخت. فکر می‌کنی چه مارتینلی هم از اون بر دقیقاً مارتینلی هم بله. آره ببین بازیکن‌های خط حمله آرسنال در حال حاضر سمت راست ساکا و ذخیره‌اش میشه نیلسن، خط حمله هاورتز و یعنی استی هاورتز و جزوس هستن، سمت چپ تروسارد و مارتینلی. این بازیکنهای فعلیه که آرتتا دستش داره. حالا احتمال میره، یعنی همه فکر میکردیم که باید یه بازیکن در واقع یه سنتریش پست نوه مثل کلاسیک مثل مثلا آیوان تونی نمیدونم سولانکه بازیکن این شکلی بخره آرسنال که دنبالش هم بودن، ششکو رو دنبالش بودن که ششکو موند و کلا اصلا مثل اینکه دیگه بیخیال شدن. توی پیشفصل از آرتتا پرسیدن، هاورتز بازی با فکر کنم لیورپول بود یا یونایتد، نه لیورپول که گل زد پست 8 بازی کرد، هافک بازی کرد، ازش پرسیدن که آقا هاورتز قراره هافک بازی بکنه، یه جوری جواب داد که یعنی نه قرار نیست هافک بازی بکنه، قراره که حمله بازی کنه، چون فصل قبل وقتی اومد خط حمله نوک بازی کرد آمارش یه دفعه عوض شد دیگه، اصلا یه هاورتز دیگه شد کلا. بنابراین ظاهرا نگاهش این نیست که بازی کنه در واقع پست 9 بخره، استی بخره، مگر اپورتونیتی تو مارکت ایجاد بشه و بخوان براش اقدام بکنن، ولی احتمال این که بخواد یه وینگر اضافه بکنه زیاده که یه بکاپی برای ساکا و مارتینلی وجود داشته باشه، چون نیلسون اونقدر در سطح نیست که بخواد کارو در بیاره.
نعیم جان، حالا به عنوان دوتا سوال آخر، یکی این که هاورتس و جسوس به نظرت کارو در میارن یا نه؟ خیر، جسوس و هاورتس کارو در نمیارن، با اینکه جسوس خیلی فرم خوبی داره تو پیش بحث، ولی آره معلوم نیست که چی بشه. ببین کارو در میارن که اگر سیتی نبود در لیگ، بله کارو در می آورد. وقتی سیتی هست و هالند داره و نمیدونم فلان و ایکس و ایگرگ، نه کارو در نمیارن. اگر قرار بود که مثلا آرسنال اوسیمن مثلا بخره بازیکنی در این حد، آره، ولی این دوتا نه. آج جسوس هم گفتم من وظیفه‌م گلزنی نیست دیگه، اینقدر این جملهش بدم میاد، من یه سال دارم تو لایو میگم. البته ببین، چون به برزیلین مصاحبه انجام داده بود، برگردونش به انگلیسی ترجمه خود اینجوری ترجمه کردن، چون خودش بعدن اومد گفت آقا من اینو نگفتم که وظیفم گلزنی نیست، گفتم من دوست دارم هر جوری شده به تیم کمک بکنم، ولی معلومه که دوست دارم گل بزنم و دوست دارم پست 9 بازی بکنم. یکم اول خدایش جفتشون گل نزنن، یعنی برای اینکه قهرمان بشی خیلی گل نزنن. آره خیلی کوتاه بگم، این یه ریسرچی چند وقت پیش چند ماه پیش کردن، بهترین گلزن‌های لیگ برتر انگلیس، نه الانا، در طول تاریخ بازیکن‌های بودن که تک ضرب گل می‌زدن، یعنی توپ میومد می‌زدن، و هاورتس و جزوس هیچ کدومشون اینجوری نیستن، همه‌شون لاس بزنن، یعنی توپو می‌گیرن، جزوس حتما باید دوتا سر توپ بزنه، بعد اونم که نگاه می‌کنه اول می‌خواد پاس بده تا بزنه، برای همین آره نمیتونن کارو در بیارن. بعد جاگیری جفتشون واقعا فوق‌العاده‌ن. حالا این هم باز خیلی کوتاه بگم، تو بازی پیش فصل که هاورت اومد، یه کاری آرتتا کرد که نمیدونیم اتفاقی بود یا قرار انجام بده، کاری بود که ناگلزمن هم در آلمان با هاورت کرد، یعنی فولکروک میومد بازی میکرد ولی هاورت بیرون نمیرفت، هاورت میومد به عنوان شادو باهاش حرکت شادو میزد تو. آره، و این کارو کرد آرتتا، یعنی جزوس بود و هاورت هم به عنوان شادو داشت بازی میکرد، باشه که تو بازی با لیورپول یه گل هم زد دیگه، اودگارد یه کاتبک کرد با اینکه استرایکر نبود، ولی تو پوزیشن استرایکر اومد کاتبک رو گل کرد، شاید بخواد اینجوری بازی کنه. اگر اینجوری بشه خب دو تا کرد حمله داره تو بازی، اپاین یه وینگر هست کرد یه آفک کرد بازی الان یادم نمیاد، فکر کنم وانیری رفت بیرون، هافک کم کرد، اون رفت به عنوان هافکی که شادو بازی بکنه. خدایش نیم تیم خیلی خوبی دارین انصافا. حالا من میگم، من شخص مثلا مورد علاقه هم نیست آرتتا، آرسنال خیلی دوست دارم ولی آرتتا مورد علاقه هم نیست، ولی واقعا تیم خیلی خوبی داریم و من احتمال عجیب میدم که بارسایی هستی و آرتتا دوست نداری. چرا؟ به خاطر اون رفتار لبه خط و اون سیساش و اینا دیگه، و الا علاوه فوتبالی که نمیتونه ایرادی بهش بگه. نه بدم میومه خنده های حق جانب. نه فوتبالشون رو نمیگم، دوست داری؟ میدونم لبه خط اونو فوتبالشو نه خودشو. آره خودشو فرقش اینه. فکر میکنی حالا با توجه به این که لیورپول هم حالا بازیکن خیلی نتونسته بخره، ولی خب حالا مربیشون مربی بازیکنی که میگم مربی که خیلی خوبه، جوان خیلی خوب کار میکنه. آره آره دیولپمنتش فوق العاده است. گواردیولا هم که گواردیولا، تنهاگ هم که دو سه تا بازیکن بهش اضافه کردن، و چلسی هم که به نظر من تعطیله ولی حالا بالاخره جزو مدعی ها همیشه هست. به نظر چه اتفاقی میفته توی پریمیر لیگ و توی چمپیونز لیگ و توی جام حذفی؟ بذار اینجوری جواب بدم که سوالتو برگردونم به اینکه انتظارم چیه، چون واقعا قابل پیش بینی نیست. پیش بینی ها رو دیدیم دیگه در طول این فصل ها، معلوم بوده چه جوری بوده، داشتیم که گفتن آقا فعلا منچستر قهرمان میشه مثلا هشتم شد، برای همین عرضم حضوری که انتظار من آرسنالی با چیزی که الان دارم میبینم و خرید مهاجمی که دوست داشتیم مثل اوسیمن فلان انجام نشد و نمیدونم بازیکن سوپر استار نیومد به تیم و قرار نیست دارم بیاد، انتظار اینه که آرسنال در تایتل ریس باشه، این انتظار، این حداقل انتظار، و سیلور ور ببره، چی میگن، جام ببره، حالا یه حالا ترجیح اف ای کاپی، نمیدونم کاراوا کاپی، حتی به غلط مثلا چمیدونم چمپیونز لیگ که نمیتونه، ولی احساس میکنم اینجوری. من فکر میکنم چمپیونز لیگ سال دیگر هم باز رئال میبره، قهرمان پی ال هم سیتی میشه، احساس هم اینه که ما یک کاپ میبریم، حالا اف ای کاپ، کامیونیتی شیلد، کامیونیتی شیلد که نه چیز، کاراوا کاپ، چیزی همچین چیزی فکر میکنم، ولی خب همین نظرم خوبه. بین شما و سیتی بخوام
مثلا یه ریتی بدم 70-30 واقعا شانس ها. به نظرم شما می شانس خوبی نه. حالا خوب که نه، یه شانسی داریم برای قهرمانی واقعا، چون فصل ایشان خیلی نزدیک بود. شانس که آره شانس که هست، ولی خب جاگرنات واقعا سیتی، یعنی آره. هر جوری نگاه کن آقا بهترین مربی دنیاه، بهترین تیم دنیاه، بهترین تیم مدیریت دنیاه، هر جوری نگاه خب عالی هم دیگه، حرفی نیست دیگه، باید همین باشه. و برمیگم به گفته خودت، لیورپول با اون اسکواد خفنی که از الان آرسنال بهتر بود، یعنی مانه و صلاح و فیرمینو و فابینیو و خیلی اسکواد خوب، با اونم یک بار تونستن فقط در 10 سال دیگه، خب چه برسه با آرسنال دیگه. بله کاملا درسته. واقعا ممنونم نعیم که امروز اومدی، خیلی برنامه مفید و عالی بود راجع به آرسنال، دمت گرم، ایشالله که بیشتر در خدمت باشی. ممنونم، قربونت برم، مرسی از تو بابت دعوتت، خوش گذشت، دم بچه هم گرم، لایک و فلان اینا رو بتره کنید دیگه. بله لایک و کامنت و سابسکرایب بچه هایتون رو، دمتون گرم، خدا بود.